بچه ها، خوبی چطوری، چه خبر؟ اگه تازه وارد کانال ما شدید، من پریسا هستم و خیلی خوش اومدید به کانال ما. امروز میخوام براتون از 6 تا کتاب انگیزشی داستانی بگم که واسه خودم خیلی لذت بخش بوده. اول از همه بیاید این رو واسه خودمون تعریف کنیم، کتاب انگیزشی چه جور کتابیه که مفید باشه. در حقیقت کتاب انگیزشی به شما انرژی لازم رو میده که مسیرتون رو ادامه بدید، که باعث میشه که یه سری روتین جدید رو تو زندگیتون وارد بکنید، یا حتی این انرژی دادن مدت زمان براتون باقی میمونه. ولی خب یه سری کتاب انگیزشی که نمیخوام حالا اصطلاح زرد بودن رو به کار ببرم، که توی همه حرفاشونه که برو تو میتونی، تو فلانی، بهمانی، اینا با تو همون لحظه که داری کتاب رو میخونی خیلی انگیزه داری و خیلی انرژی داری، اما بعد از یک ماه دقیقا دوچار اون پوچیه میشی، یعنی اون پوچیه کتاب رو متوجه میشی که به حرف، به گفتن راحت بوده و احتمالا بعد از یه مدت هم اصلا دیگه اون دست کتاب ها رو نخونید. به خاطر همین من همیشه میگم جاپگیریتون رو کم کنید، قضاوت کردن رو کم بکنید و امتحان بکنید کتاب های مختلف رو. ممکنه از یه جا ضربه خورده باشید، ولی مثلا یه کتاب دیگه تو همین ژانر بخونید خوشتون بیاد و کلی بهتون انگیزه بده تا سالیان سال روتون بمونه. اول از همه میریم سراغ ششمین کتاب و بعد میریم سراغ اولین کتاب. این ششمین کتاب به معنی نیست که رتبه پایینی داشته باشه یا داستانش خوب نباشه یا انگیزشی نباشه، اما به این معنیه که خب به لحاظ داستانی قوی تر بوده، ولی خب چیزی از ارزشش رو کم نمیکنه اینکه رتبه 6 رو گرفته. ششمین کتاب من کتاب شور زندگی از آقای ایروینگ استون، ترجمه محمد علی اسلامی ندوشن، انتشارات امیر کبیر. اول از همه بگم که انتشاراتش رو خیلی راضیم و مثلا اینکه این کتاب خیلی گرونه. من البته نمایش کتاب خریدم و نمیدونم اون موقع چقدر. شور زندگی داستان زندگی آقای ونگوکه. اگه بدونید آقای ونگوک یک نقاش هلندی بوده که توی تمام زندگیش سختی‌های بسیاری کشته و نقاشی بسیاری کشته و البته هیچ کدوم تو دوران زندگیش مورد رضایت بقیه نبوده و شاید باورتون نشه بعد از مرگش نقاشیش فروش میره و خیلی هم گرون فروش میره. آقای ونگوک، چرا من میگم این کتاب یه کتاب انگیزشیه؟ چون که آقای ونگوک تو تمام زندگیش با وجود سختیه که توی فقر، توی نادیده گرفتن توسط دیگران زندگی میکرده، ولی هیچ وقت از اون چیزی که میخواسته دست نکشیده و به نظرم این مسئله خیلی بزرگه. یعنی اگه ما یک ذره بتونیم مثل آقای ونگوک اهدافمون رو دنبال کنیم و اون استعداد واقعیمون رو کشف کرده باشیم، فکر میکنم به همه چی میرسیم. چون آقای ونگوک هیچ نیازی نداشته به اینکه بقیه تاییدش کنن، بلکه داشته کار خودش رو میرفته، همش توی ارتقا دادن خودش بوده. البته که خب این فقر و این نادیده گرفتن که دیگران داشتن باعث یه سری صدمات روانی شده بود، ولی خب هیچ وقت دست نکشید و در نهایت هم خودکشی میکنه. کتاب خیلی خوبیه، واقعا معرفیش میکنم. یک بار تو طول زندگیتون حتما این کتاب بخونید و بدونید که بزرگان چه زجرایی کشیدن تو زندگیشون. پنجمین کتاب، کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم، از آقای هاروکی موراکامی و ترجمه مشتبه ویسی، نشر چشمه. چرا میگم این کتاب یک کتاب داستانی انگیزشیه؟ چون آقای موراکامی توی این کتاب داره از خودش میگه و ارتباط بین نویسنده شدنش و دونده شدنش. آقای موراکامی از یه سنی به بعد که کلاب داشته تصمیم میگیره به نویسنده بشه و یه جوری بنویسه و خیلی الهام طوری بوده. حالا بهتره که این کتابو بخونید. بعد از اون که نویسنده میشه متوجه میشه اضافه وزنش داره زیاد میشه، چون همش مجبور بوده بشینه. به خاطر میره سراغ دو و این کتاب واقعا انگیزه لازمه بهتون میده که دو رو شروع کنید و ورزش رو شروع کنید. من یادم با اینکه سر کار میرفتم و این کتابو میخوندم، این کتاب باعث شد که من برم باشگاه با اینکه سر کار میرفتم. پس اگه میخواید ورزش کردن رو جدی شروع کنید، حتما این کتاب رو شروع کنید، بخونید. انرژی و انگیزه لازم رو بهتون میده و هنوزم بعد از 3 سال من فکر میکنم، هنوزم وقتی دارم میدوام همش به آقای موراکامی فکر میکنم و اون احساساتی که توی این کتاب گفتن، احساساتی که حین دویدن داشتم توی این کتاب گفتن، واقعا اونجا برام ملموس میشه. خیلی خوبه، واقعا پیشنهاد میکنم این کتاب بخونید. حتی اگه از آقای موراکامی هیچی نخوندید و قلمش رو دوست نداری، چون این یه کتاب کاملا زندگی نامه طوریه، ولی خیلی خوبه. قلمشون هم خیلی خوبه تو این کتاب، خیلی روونه کتاب و داستانیه دیگه. یه جوری زندگی خودش رو گفته، نویسنده شدنش و دونده شدنش، این که چجوری توی دو ماراتون میره، از این قبیل چیزا. چهارمین کتاب، کتاب دختر تحصیل کرده از تارا وستوور.
مترجمش آقای هوشمند دهقان و انتشارات نیلوفر. این کتاب از اون کتابای زندگی نامه توریه و فکر می‌کنم زندگی نامه خودشه. ولی من چرا به نظرم این کتاب خیلی انگیزش، چون که خانم تارا توی یه خانواده‌ای به دنیا اومده و زندگی کرده که توی جهل و خرافات غرق شدن، حتی توی آمریکا. با اینکه یه مثلا میدونی توی اینجور آدم ها همیشه یه سری الهاماتی هستش که مثلا درست تو بخون و فلان بکن و با اینکه ندید میگیرن ولی ادامه میدن. و خانم تارا باورتون میشه با اینکه هیچ مدرسه نرفته هیچ کاری نکرده میره دانشگاه و دقیقا اونجا هاست که متوجه اون تفاوت فرهنگی میشه، یعنی تفاوتی که خانوادش بسم الله از دست اینا. و توی دانشگاه که میره، توی خوابگاه که میره، دقیقا متوجه این جهل و خرافاته میشه و متوجه میشه که پدرش واقعا یه بیماری روانی داشته. ولی خب خواهر برادرش دقیقا دو دسته شدن، یه دسته که مثل خودش تحصیل کرده میشن و یه دسته که توی اون جهل و خرافات میمونن. من واقعا این کتاب بهتون پیشنهاد میکنم بخونید و قدر زندگی الانتون رو بدونید و از این جهل و خرافات بترسید، چون گاهی اوقات ما توی خانواده‌ای که هستیم این جهل ها یه چیز ملموس شده واسمون، یه چیز باورپذیر. ولی خب واقعا اگه مثل خانم تارا بودیم، قدرتشو داشتیم از خانواده‌مون کنار بکشیم، معمولا تو اینجور مسائل که حالا جهل و اینا هستش، برای من واقعا پیشرفت بزرگی بود. من واقعا این کتاب بهتون پیشنهاد میکنم بخونید. کتاب خیلی روون و خوندنیه و منم امتیاز 4.5 از 5 بهش میدم. صفحاتش زیاده، اگه تازه کتاب خون شدید یه ذره نرید سراغش، ولی خب بعد یه مدت میتونید بخونید و کشش داستانیش هم خیلی قشنگه. سومین کتاب، کتاب روزی که زندگی کردن آموختم از آقای لوران گونل، فرانسوی هم هست فکر میکنم. مترجمش آقای داوود نوابی و انتشارات نو. این کتاب معرفیشو بهتون گفتم توی ولاگ قبلی، ولی خب اینجا هم میگیم که ویدیوامون کامل بشه. اون موقعی که داشتم من این کتاب میخونم، حقیقتش اینه که به نظرم یک کتاب خیلی معمولی اومد، ولی الان که یک هفته از خوندنش گذشته به نظرم واقعا کتاب خیلی خوبی بود و حتی یه سری چیزا رو که من اون لحظه که داشتم میخونم فکر میکنم این چیزا رو میدونم راجع به حال زندگی کردن، معنی زندگی، معنی شادی هست، فکر میکنم اون لحظه میدونم، ولی احساس میکنم اون کتاب واقعا این تلنگرها رو به من زد. حتی من که این چیزا رو میدونستم ولی توی عمل نمیآوردم، یعنی فقط میدونستم. به نظر من این کتاب واقعا بخونید. کتابی نیستش که بگم بهتون میگه از فلان راه برید موفق بشید، فلان کار رو بکنید. کتابیه که واقعا میگه که معنی زندگی چیه و چی کار باید بکنیم و شادی واقعی زندگی تو کجاست. کتاب داستانیه، یعنی با روند داستان داره این جریانات رو توضیح میده. از اونجا شروع میشه که آقای جاناتان که خیلی غرق زندگی بیزینسیش بوده، یعنی حتی بچهش هم فراموش میکرده، ولی یهو متوجه میشه از طریق یک کف بین که به زودی قراره بمیره و خب همین این حسه باعث شدش که همه چیزو بخواد بذاره کنار و میره پیش خاله. ایشون بهش از طریق علمی میگه که گاهی اوقات زندگی کردن توی کمک کردن به دیگرانه، توی اینه که یک احساس شادی به بقیه بتونی بدی. و من این قضیه رو ازش با گوشت و پوست و استخونم درک کردم، مخصوصا توی فضای اجتماعی دیگه، حالا تو دنیا عادی رو واقعا نمیدونم. ولی همین که شما برام کامنت خوب میذارید، همین که یه دختر 13 ساله به من میگه که من با تو کتاب خون شدم، این به احساس میکنم اوج شادیه واسه من، یعنی تنها هدف من توی زندگی میتونه باشه و اگه تو همین لحظه بمیرم شاید هیچ چیزی رو از دست نداده باشم. خلاصه اینا رو خواستم بهتون بگم که واقعا این کتاب پیشنهاد میکنم بخونید و فکر نکنید کتاب چرت و پرتی باشه، کتاب واقعا خوبیه. دومین کتاب، کتابی که به نظرم خیلی کتاب خوبیه و واقعا پیشنهاد میکنم این کتاب بخونید، مخصوصا کسایی که به این کتابهای انگیزشی خیلی جبهه دارن، کتاب خوشبختی لعنتی از خانم ماریان پاور و مترجمش خانم لیلا کرد و انتشاراتش کوله پشتی. خانم ماریان پاور توی این کتاب اومده داستان زندگی خودشو گفته، البته با یه ذره تغییرا چون خودشون خیلی لاغر بودن. داره میگه که یه دختر خیلی چاقی که تمام درآمدش رو خرج لباس و ظاهرش میکنه، هیچ اعتماد به نفسی نداره، هیچ عزت نفس نداره، توی 34 سالگی توی هیچ رابطه‌ای نیست، یعنی رابطه‌اش سرتایی نداره و تقریبا از همه فراریه و به نظر خودش اصلا دختر موفقی نیستش.
میاد واسه خودش با اینکه خیلی کتاب میخونده یه چالش میذاره، اینکه توی 12 ماه سال هر ماه یه کتاب انگیزشی رو بخونه. و تصور کنید توی هر فصل اومده این کتابه انگیزشی رو بررسی کرده. به خاطر میگم کتاب خوبیه، چون که دقیقاً با خوشبختی لعنتی شما متوجه میشید که کدوم کتاب زرده و کدوم کتاب واقعا میتونه به آدما کمک کنه، و در نهایت هم متوجه میشید که چه چیزی و چه کسی باعث میشه که شما خودتون رو نجات بدید. واقعا کتاب خوبیه و به نظرم خیلی تلنگره خوبی تو کتاب بود. حتی من دلم خود دوباره بشینم بخونمش و پیشنهاد میکنم حتما این کتاب بخونید و یه سری کتاب خیلی خوبم توش معرفی میکنه که اونا هم باز خیلی خوبن. پس به نظر من اگه نظر منو بخواید با این داستانی که براتون تعریف کردم، به نظر من سعی کنید این کتابو بخونید، مثلا اگه جپیگیری خاصی دارید نسبت به این کتاب، چون بعضی اوقات دلتون خنک میشه که آخرش واقعا این کتابو زردم، و بعضی اوقات متوجه میشید نه همشون هم اینطور نیستن. اولین کتاب و به نظر من تاثیرگذارترین کتابی که من تو طول زندگیم خوندم کتاب کیمیاگر از آقای پائولو کویلو. البته که میدونم خیلی منتقد دارن و حتی هم نرانم شاید خیلی دیدتون نسبت به من عوض بشه، ولی خب همونجور که من گفتم هیچ وقت راجع به کسی قضاوت نکنید. من کتاب کیمیاگر رو توی 17 سالگی خوندم و راستش رو بخواید واسه دختر 17 ساله فوق‌العاده مفید و جذاب بود و هنوزم اون انرژی که بهم اون زمان داد رو پیدا کردم. و راستش واقعا خیلی خوشحالم که این کتاب رو خوندم. به نظر من کتاب خیلی انرژی بخشیه و واقعا بهت نشون میده که مسیر چقدر مهمتر از مقصده، و بهت میگه که مسیری که داری میری شاید همون مقصد باشه و شاید نقطه‌ای که الان هستی مقصده، ولی باید این مسیر رو بری که تا برسی به این نقطه. بچه من این کتاب رو خیلی دوست داشتم و واقعا پیشنهاد میکنم. مغرضانه نخونید کتاب و اصلا فکر کنید یه کتاب داستانی دارید میخونید. اگر بهتون احساس خوبی داد، که یعنی همون کتابیه که من دارم میگم، اگه بهتون انگیزه داد، اگه بهتون انرژی داد که مسیرتون رو پیدا کنید، اگه بهتون انرژی داد که ادامه بدید، پس دیگه کار خودشو کرده. اگه خوشتون نیومد منو ببخشید که من باعث شدم این کتاب بخونید، ولی راستش بخواید من واقعا این کتابو بهتون پیشنهاد میکنم. ورزش بعدم خیلی کتاب خوبیه، انگیزشی بد نیست، انگیزشی درست حسابیه، انگیزشیه که بهت ریسک کردن رو یاد میده، بهت ادامه دادن رو یاد میده، بهت این سرنوشت رو یاد میده. خیلی کتاب خوبیه، من واقعا پیشنهاد میکنم. کتاب خیلی روونیه. این چیزی که من دارم از سری کتاباییه که انتشاراتشون اصلا خوب نیست، پس نمیگم انتشاراتش چیه، ولی برید از انتشاراتی معروف بخرید، مثل چشمه، مثل نیلوفر. اگه دارم ببینید، من راستش سرچ نکردم که کدوم انتشارات خوبه. و یه چیز دیگه که در نهایت بهتون بگم، البته اینم بگم که کتاب انگیزشی من تمام شد و به نظرم این 6 تا کتاب از بین این همه کتاب اصلاش انگیزشی تر بود. یه چیز دیگه بهتون بگم بچه ها، سعی کنید انتشارات متفرقه نخرید. اگر میبینید یک انتشارات یا یک کتاب فروشی 50% تخفیف زده و فقط مخصوص یه انتشارات، اوکی اونو بخرید. مثلا چشمه میاد 50% تخفیف میزنه، اوکیه، پس انتشارات خوبی، انتشارات چشمه. پس حواستون باشه وقتی که دارید یه کتاب میخرید حتما برید توی گودریز. توی گودریز معمولا انتشارات درست حسابی اومدن اون کتابو گذاشتن. اون انتشاراتو بردارید و برید کتاب فروشی رو پیداش کنید، حالا هر تو شده، یا یه سری سایت های خیلی خوب هم هستن که دارن کتابای خیلی خوبی رو میفروشن با کلی تخفیف. پس حواستون به مالتون باشه. فکر نکنید که اگه یه کتابی که 27000 تومان رو یه جا داره میده 20000 تومان پس به نفعتونه، چون ممکنه دقیقاً اون 20000 تومانو بریزید آشغالی بخواد اون ترجمه خیلی افتضاحی که داشته باشه و اصلا نتونید کتابو بخونید. یواش یواش وقتی که بیفتید دنبال کتاب خریدن از این چیزا، این چیزا دستتون میاد که واقعا انتشارات چه کارهایی میتونن بکنن. و خودم هم البته اون اوایل خیلی از این مورد زخم خوردم و الان خب کتابش هم هنوز موجوده توی کتابخونم، ولی خب من همیشه دلم خواد اینو به بقیه بگم که حواستون باشه سرتون کلا نره. همین، همیشه پر انرژی باشید، پر انگیزه بمونید و هیچ کسو قضاوت نکنید، هیچ ژانر کتابی رو هم قضاوت نکنید. مواظب خودتون باشید و خدافظ.